سلام. قانون اساسی افغانستان حاکمیت ملی را متعلق به مردم این کشور تعریف کرده که از طریق نمایندگان منتخب به اجرا گذاشته می شود. در کنار آن قانون اساسی افغانستان اداره این کشور را به مرکزی و محلی تقسیم بندی کرده است. در سطح محلی مردم نمایندگان خود را برای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی ها انتخاب می کنند. افغانستان در 17 سال گذشته چندین انتخابات ریاست جمهوری، شورای ملی و شورای ولایتی را پشت سر گذاشته، اما برای نخستین بار امسال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌خواهد انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را نیز برگزار نماید. اما آنچه که تاکنون مشخص نیست، لایحه کاری، معاش و صلاحیت‌های نامزدان شوراهای ولسوالی است. به اساس گزارش ها در 40 ولسوالی نامزد مرد و زن و در 120 ولسوالی هیچ زن خود را برای رقابت در شوراهای ولسوالی ها ثبت نام نکردند. نادای ناظر همواره از عدم آگاهی مردم در مورد انتخابات شوراهای ولسوالی نگران هستند و گفته می شود که توجه آنچنانی به بخش انتخابات شوراهای ولسوالی ها نشده است. دیده شود که آیا واقعا خلاهایی که در این بخش انتخابات وجود دارد پر خواهند شد و آیا با این کمیت که در رقابت های شوراهای ولسوالی ها داریم نتیجه این انتخابات برای مردم پذیرفتنی خواهد بود یا خیر؟ پرسش هایی است که در این برنامه با آن پاسخ دریافت خواهیم کرد. با عرض سلام و وقت بخیری خدمت شما، بیننده برنامه انتخابات 97 هستین. در برنامه امروز مشخصا روی انتخابات شوراهای ولسوالی و خلاهایی که در این انتخابات وجود داره، آمادگی هایی که کمیسیون مستقل انتخابات گرفته و چگونه میشه این چالش های فرارای انتخابات شوراهای ولسوالی ها را از میان برداشت صحبت خواهیم کرد، ولی در بخش نخست مرور کوتاه به روزنامه های امروز کابل در مورد انتخابات مشخصا و وبسایت های خبری. بندو عزیز سلام بر شما. روزنامه ملی اسلام میگه که اعتبار کمیسیون انتخابات باید دوباره احیا گرده و این روزنامه نوشته که رئیس دانشگاه کمیسیون انتخابات میگه که اعتماد مردم نسبت در انتخابات گذشته نسبت به کمیسیون کمرنگ شده و حال باید اعتبار کمیسیون انتخابات دوباره احیا گردد. و با توجه به اینکه رئیس تازه در این نهاد معرفی شده، یکی از وظایف مهم رئیس تازه دبیرخانه کمیسیون انتخابات هم همین موضوع بود. همچنان اینجا به روزنامه سطر اول هم در مورد انتخابات نوشته که شمار رای دهندگان بین ناباوری مردم و تناقض گویی احزاب و کمیسیون انتخابات. هفته گذشته برخی از احزاب سیاسی در مورد ارقام و آمار ثبت نام کنندگان برای رای دهی در انتخابات پیشروی پارلمانی اظهار شک و تردید کردند، ولی این موضوع سوی کمیسیون مستقل انتخابات به شدت رد گردید و خواهان ارائه سند و ثبوت از این احزاب گردید. و اینجا به نقل از تعداد از باشندگان می نویسد که یکی از باشندگان به نام ساله محمد ساله، یکی از باشندگان شهر کابل نیز میگوید نمیفهمیم بالای حرف کی باور کنیم، دولت یا حزبهای سیاسی. در گذشته هم رای ما ضایع شد و دیگر باز هم اگر رای بدیم ضایع خواهد شد. همچنان بانوی جوان به نام سمیرا، یکی از مسئولین پانتون کابل میگوید امیدوار هستیم که تخلف صورت نگیره و مسئولینی که برگزاری انتخابات را به دوش دارند بگذارند مردم خودشان انتخاب خود را بکنند و حق انتخاب را از ما نگیرند. خب همچنان ماندگارم با خود دارم. در ماندگار همچنان نوشته شده که به نقل از رئیس کمیسیون که اعتبار از رفته کمیسیون برمیگرده، در حالی که احزاب، جریان‌های سیاسی و مردم افغانستان مطمئن به برگزاری یک انتخابات شفاف نیستند. رئیس جدید دبیرخانه کمیسیون انتخابات برگشتاندن اعتماد به این کمیسیون خبر میدهد. رئیس دبیرخانه کمیسیون انتخابات میگوید که اعتماد مردم در انتخابات گذشته نسبت به کمیسیون کمرنگ شده و حال باید اعتبار کمیسیون انتخابات دوباره احیا گرده. و این حرفایی بوده که رئیس کمیسیون انتخابات، رئیس دانشگاه کمیسیون انتخابات در زمان معرفی خود به اونا اشاره داشته و این موضوعات برش پرداخته. همچنان روزنامه ویسا هم اینجاست و ویسا همچنان اشاره کرده به این که میگه که به نقل از اینما نوشته که راتلون که پارلمانی انتخابات و که دگدون لپاره 9 میلیون کسان نملکه نکرده و اینجا در مورد ارقام و آمار کسایی که خود را ثبت نام کردن اشاره شده و در موردش صحبت شده. و همچنان آقای
داوود احمدی سخنگوی والی کندهار را با خودم داریم و با آقای احمدی صحبت میکنیم در مورد روند انتخابات در ولایت کندهار. آقای احمدی سلام بر شما، شبتان بخیر. چگونه میگذره انتخابات در ولایت کندهار؟ سلام علیکم. دفلو نیوز دکاندار ولایت پی داره هر چهارشنبه چې نظامی غونډه لري دلته د انتخابات مستقل کمیسیون ولایتي مسؤول په دې نظامي غونډه کې ګډون کوي. دوی خپلې کومې ستونزې چې د ولسوالیو په کچه لري او په کار کې لري هغه نظامي برخه کې په نظامي مجلس کې چې د کندهار د ولي ښاغلي مفتاح المشري موجود دي هغه څېړل کېږي، په هغې باندې بس کېږي تر څو د هغې لپاره بیا تدابیر ونیسي. آقای احمدی، تا چی اندازه مشکلات فراراه این روند در کندهار وجود داره؟ مثل ولایت های دیگه از مشکل ناامنی گرفته تا پایین بودن علاقه مردم به اشتراک در این روند، این موضوعات هم در موردش بگوین چگونه است؟ لومړی د خلکو د علاقې په اړه باندې درته ووایم چې دلته په کندهار کې د خلکو علاقه دومره لوړه وه چې کندهار د افغانستان په کچه په ولایاتو په کچه باندې وروسته له کابله چې هغه پایتخت دی لومړی ولایت و چې دلته خلکو نوملیکنه کړې وه او د ارقام دومره لوړ و. خو له بده مرغه چې دلته بیا د انتخاباتو مواد خلاص شول په خپله په کار کې د کندهار ښار په ناحیو کې چې هغه به سل کسه په کار کې ولاړ و درې شاګرد هغه وه چې دوی به یوازې 500 یا 600 کسانو ته ټیکرونه ورکول نور به دغه څه په دا ګرمۍ کې بېرته کورونو ته ولاړ. همدارنګه په ولسوالۍ کې هم دغه مشکل و چې دلته هغه د دوی معیار چې ختم شو بیا چې تمهید هم کوي په هغه معیار کې هم دوی ونه توانېدل د انتخابات کمیسیون ونه توانېدی چې خلکو ته هغه سټیکرونه یا هغه لازم انتخابات مواد ورکړي چې دوی نوملیکنه ورباندې کړې وای. یعنې موږ دلته ډېرې کنوینس ولسوالۍ لرو په هغې کې نه یوازې د هغه ولسوالۍ خلک بلکې د نورو سیمو خلک هم هلته راغلي دي، تفته شوي دي. مرکه مثال یې د سپین بولدک ولسوالۍ ده چې هغه یو تجارتي مرکز دی، یو بندر دی. په هغه کې نه یوازې چې هغه یوه لویه ولسوالۍ ده، تقریبا چې موږ د سروېګان شوي دي هلته درې لکه کورنۍ ژوند کوي او دوه لکه نور هم بېځایه شوي کورنۍ د نورو ولایاتو څخه راغلي دي چې هلته د کاروبار لپاره هلته ژوند کوي، هلته استوګنې لري. نو هغه په هره کورنۍ باندې مثلا درې تنه واجد شرایط هلته یو عالم خلک هلته هم د دغه خپل حق نه محرومه شوي دي. په کندهار ښار کې هم داسې پنجوایي کې په ارغنداب کې په د نږدې ولسوالۍ لرې پرتې ولسوالۍ خو چې یا به مثلا د ناامنۍ مسله وګولو کنه د حکومت خپله دنده ترسره کړې ده ټولو ولسوالیو ته لرې پرتو ولسوالیو ته د انتخاباتو مواد انتقال شوي دي. دا چې په خپله د انتخاباتو کمیسیون ونه توانېدی چې هلته دغه مواد توضیح کړي او لویه بله ستونزه دا وه چې په ولسوالۍ کې د تذکرو نشتون و. هلته مرکز دا تذکرې د کورنۍ چارو محترم وزارت تذکرې د دې ځای د سبت اول نفوس د ادارې په واک کې ور نه کړلې چې دوی دا تذکرې وویشي په ولسوالیو کې، ځکه دلته خو در این بخش تا چه اندازه مسئولیت شما این بوده که مانگه خوب ایجاد بکنین و بتانین این روند خوبتر در ولایت کندهار مدیریت شما و پیش بره؟ شما چگونه کار کردین؟ ببینین ما که یک هفته پیش یک آیت بزرگ هم به ریاست وزیر صاحب دفاع کشور به قندار آمده بود. ما همین مسائل برشون گفتیم
مسئولین ادارات امنیتی ما کاملا اطمینان دادن برای اداره مستقل انتخابات. منتها مشکلات از اونها هستن که یکی حالا همه چیز تیر شده، حالا وقتی همه چیز تیر شده، حالا فقط اینا هشت کمیسیون هشت گروپ موبایل دیگر ایجاد کردن، چه آقا پرون روز رئیس چشنبیه روز در آقای پا آقا فروختون که پا محبس فعالیت بود. سپاسگزار هستم آقای داود احمدی، سخنگوی والی کندهار. از شما و بیننده عزیز در ادامه هم ببینین از گفتشان دایره که با شهروندان در مورد انتخابات و دیدگاه اونا در مورد انتخابات چگونه بوده. وقتان بخیر، خدا نگهدار. اسم حکمت الله است، باشنده وزیر آباد می باشم. راجع به انتخابات که انتخابات خوب است، مقصد ما ثبت نام کردیم در پروسه اشتراک کردیم، در وقت زمانش که مثال که تعیین شوه ما اشتراک میکنیم. خواست از ما از کمیسیون انتخاباتی است که مثلا عادلانه قضاوت بکنن، مثلا مردم کسایی که در حقش ناعادلانه نشه، کسایی که رأی دارن باید تقلب صورت نگیره. ما ثبت نام کردیم البته با خانواده یک جای و از اینکه یک پروسه ملی است و همه مردم در این مسئولیت داره باید اشتراک بکنیم و خواهش ما از مسئولین کمیسیون همی است که اونا لطف بکنن دیگه بار دیگه تقلب را نه تو به بار کار میکنی بر خود 14 نون میگیری خانه میبر می انتخابات این بعد انتخابات سوالا دیگه چی خدمت کرد بر ما جوانای ما را کشت بدر سگ چاسرای ما را اسیر کرد این انتخاب شد این چه رقم انتخاب عقل جو به قرآن قاعده یک موچی نیست خواست ما از دولت ای است که به خاطر که آینده این مردم با کارت رایدهیشون بازی نکنه چون رای جمع میکنه رای جمع میکنم به خاطری رای نگیره که با چی مردم استفاده کنه از رای از اینها باید هر کسی رای که میته رای دقیق و شفاف صورت بگیره با مردم خدمت شوه انتخابات کارت گرفتیم تذکره خود تابل کردیم رای میتم بر شخص صحیح تابل اید نیافتیم دفعه قبل هم خدمت کردیم برای مردم رای دادیم مگر خدمتش ندیدیم جز پس دستر خود مولاد کوبش کنجه را دیم دیگه این دفعه هم خواست ما برازمیست که یک آدم صحیح حاله ساله خدمتگزار وطن باشه که وا خدمت کنه بر وطن ما زر هستیم برش ما کدام مشکل نداره ما یک شخص میخواییم که فقط بر مردم ملت خود خدمت کنه دستش بگیره نه که در زمین بندازش دیدگاه شهروندان کابل بود در مورد روند انتخابات افغانستان و ادامه برنامه هم تا لحظات دیگر در بحث امشب مهمانان من در این برنامه خانم کبرا رضایی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، خانم مریم آروین بارگزای عضو نهاد فیفا و آقای سید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی ارگانهای محل افغانستان در بحث با ما هستند. بسیار خوش آمدین به برنامه، سپاسگزار از حضورتان. خانم رضایی بحث اول را با شما شروع میکنیم که تجربه های آمادگی بر انتخابات شوراهای ولسوالی ها چگونه میگذرند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه میخواهیم که سلام داشته باشم خدمت شما مهمانان برنامه در بحث و بینندگان برنامه. خوشبختانه کمیسیون مستقل انتخابات با همه تدابیر لازمی که و با همه تعهد لازمی که باید انتخابات شورای ولسوالی ها را برای اولین بار در افغانستان برگزار بکنه پیش میره و ما توانستیم که لیست مقدماتی 20 ولایت را به تفکیک در اعلام بکنیم و لیست مقدماتی کاندیدان شورای ولسوالی ها را اعلام بکنیم. بحث انتقال مواد تکنیکی که ضرورت بوده باشد به خاطر از اینکه انتخابات شورای ولسوالی ها و انتخابات پارلمانی همزمان صورت میگیرند مسلما بحث انتقال مواد تکنیکی هم همزمان پیش رفته و ما تانستیم که این روند را هم موفقانه تا مراحل نسبی طبق جدول زمان بندی شده ای که ما تعریف کردیم انتقال بدیم. بله خانم بارگزای، فکر میکنید که تا چی حد کمیسیون مستقل انتخابات در کار پیشبرد برنامه های برای آمادگی برای انتخابات شوراهای ولسوالی ها موفق بوده؟ شما و بینندگان عزیز تلویزیون و همچنان حضار بس به ارتباط شورای ولسوالی باید بگوییم که خب
بحث چون بحث شورای ولسوالی است و ارتباط شورای ولسوالی باید برز برسانیم که کمیسیون واقعا در یک آزمون قرار داره، چون ما تجربه قبلی انتخابات را داشتیم که بسط ریاست جمهوری و ولسی جرگه افغانستان دایر شده، ولی در بحث حکومات محلی بعد از شورای ولایتی، یعنی ما دومین نوع انتخابات هست که بحث شورای ولسوالی است برگزار میکنیم. خب نگرانی ما در عرصه ای که واقعا آمادگی ها باید به شکل لازمیش گرفته می شد، به دلیل از اینکه امروز ما نبود کاندیدا در 40 ولسوالی که مشکلات مرد و زن وجود داره یکی از نگرانی های نهادهای ناظر است و همه قسم ما 120 کرسی را برای خانم ها فعلا خالی داریم در شورای ولسوالی که از جمله مشکلات هست که نشانده ای است که به وحجی که باید آمادگی ها گرفته می شد، تدابیر اتخاذ می شد، بله. اتخاذ نشد. فکر میکنین حالا چرا ما در ولسوالی های نه کاندید زن داریم و نه کاندید مرد؟ حالا اگر در ولسوالی های کاندید زن نباشه توجیه میشه به این که فرهنگ و سنت در اونجا پابرجاست و مردم خانم ها را اجازه نمیده برن نامزد کنن خود را، ولی در جاهایی که مردها حتی نرفتن به خاطر کاندید کردن به انتخابات شورای ولسوالی؟ یکی از مشکلات عمده عدم آگاهی مردم از شوراهای ولسوالی است، چی مردا باشن چی زنان. متاسفانه از امو بحث شورای ولسوالی اینا آگاهی ندارن و یا ایرا برداشت نشده که اینا به سطح یک پارلمان کوچک میتونن در سطح ولسوالی های خود کار کنن و یا هم به مردم از هان نشده که اینا میتونن به مشران جرگه افغانستان بیاین. بس امتیاز است. بعض مواردی که بس فعلا وجود داره بس امتیاز است که نگرانی های مردم به می هست که اونا چون یکی از شرایط کاندیداتوری ای است که باید از سمت های خود استعفا بدن. زمانی که اینا میگن که ما استعفا بدیم و در مقابل کدام آید و امتیاز نداشته باشیم، مردم نگران ساخته و بحثی که ما میگیم که در 40 ولسوالی ما مشکل داریم که مرد و زن وجود نداره و در 120 ولسوالی که خانما وجود نداره، بس برمیگرده و ناشی میشه از اون مشکلات اقتصادی که مردم دارن و چون این بس امتیاز ندارن به اون دلیل مردم حضورشان کم رنگ است. آقای خاموش، این وظیفه کی است که مشخص بسازه لایحه کاری شوراهای ولسوالی را، نامزدان شوراهای ولسوالی را و همچنان امتیازات اونا مشخص شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و بیننده عزیز محترم طلو. در رابطه به اینکه کدام اداره مسئول است که تا مسائل وظایف و امتیازاتی که در رابطه با شورای ولسوالی است بیان بکنم، اداره مستقل ارگانهای محلی است. ما از روزی که تصمیم بر انتخابات گرفته شد، از امروز روز روی مسوده قانون شوراهای محلی که در برگیرنده شورای ولسوالی می شود کار کردیم، مطالعات حقوقی صورت گرفته که در زمینه یک سلسله وظایف و صلاحیتهایی که لازم است بر شورای ولسوالی شناسایی شده. البته ما خواستیم که این قانون تنها از یک مرجع روی کار نبیه، ما پروسه های مشورتی را آغاز کردیم که 4 زون کشور ما احتوا کردیم. از زون شرق شروع کردیم، به همطور به شمال و به غرب و به شمال شرق. آقای خاموش، روی این مسوده از چی زمان کار صورت گرفته؟ چقدر مدت در بر گرفت؟ تقریبا حدود 8 ماه میشه و روی از این ما کار کردیم. پروسه تهیه یا تدوین یک قانون که او هم در برگیرنده 4 نوع شوراهای محلی باشه کار آسانی نیست. البته در رابطه به اینکه چرا مردم برای شورای ولسوالی خود کاندید نکردن، پس الان تنها مصوبه تکمیل شده، اون قانونی که شما مد نظر گرفتین در چارچوکات کاری شوراهای ولسوالی، امتیازاتشان و سایر موارد که در نظر میگه تکمیل شده؟ مصوبه ابتدایی تکمیل است. البته 2 زون که دو ما پروسه مشورتی را راه اندازی بکنیم باقی است. الا 1 ماه دیگه انشالله این قانون نهایی میشه و به وزارت عدلیه پیشنهاد میشه. بله، چرا از قبل این کار صورت نگرفت؟ روی این مسوده کار صورت نگرفت؟ روی
چارچوکات کاری و همچنان امتیازاتی که مربوط شورای ولسوالی میشه. حالا کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان تصمیم داشتن که در انتخابات پیشرو شوراهای ولسوالی هم حتما جا بتن. پس چرا کار قبلا صورت نگرفت تا حداقل مردم و کسانی که خواهان حضور در انتخابات شورای ولسوالی هستن به حیث کاندید و نامزد میمدن خود نامزد میساختن؟ حالا بسیاری کاندیدا، بسیاری افراد در افغانستان به خاطر مشخص نبودن لایحه وظایف و کاری و همین امتیازات خود را نامزد نساختن. وظایف عمده شورای ولسوالی روشن است، در قانون اساسی تسجیل شده. شورای ولسوالی عضو هر نوع لوی جرگه که مطابق به قانون اساسی برگزار میشه و یکی از وظایفشان است ای عضو ازو میباشن. همچنان اینا دو سلسله مشران و جرگه را تشکیل میتن، به نمایندگی از ولایت وظیفهشان معلوم است. وظیفه دیگه ازیا اشتراک فعال در اداره محل است که در قانون اساسی تسجیل شده و همچنان تنظیم امور مربوط به قریه ولسوالی است. چهار وظیفه یا پنج وظیفه عمده که بقیه وظایف تشکیل میده در قانون اساسی افغانستان تصریح شده. طوری که من قبلا خدمت شما یادآور شدم، پروسه قانون سازی یک پروسه آسان نیست، باید تماما جوانب از دو سنجیده شود، تبعات حقوقی، تبعات مالی و اداری. ما به اساس آخرین آمار کمیسیون محترم انتخابات ارائه کرده، در حدود 2428 عضو شورای ولسوالی خواهیم داشت که به خاطر پیشبرد وظایف از یا ما حداقل پیش بینی کردیم در حدود 920 کارمند خدمات ملکی ضرورت هست. اگر ما حداقل معاش در نظر بگیریم که اقل معاش در افغانستان 6000 افغانی است که شما ضرب 2800 بکنین چقدر این می شود، اگر ما اساس قانون معاشات شورای ولایتی را قرار بدیم که 65000 افغانی معاش یک عضو شورای ولایتی است، اگر ما یک چهار مزیره بگیریم که 16000 افغانی میشوه، شما محاسبه کنید که به چه اندازه میشوه. یک پول هنگفتی است که نیاز به یک سلسله سنجش های داشت که ما طرحهای خود به مراجع مربوط ارائه کردیم که انشاءالله در رابطه که مرجع تصمیم گیری کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و همچنان در رابطه به مسائل مالی پارلمان افغانستان است، در رابطه تصمیم گرفتن انشاءالله او مریل جرا خواهد. بله، ممنون از شما خانم رضایی. فکر میکنید که چقدر مشخص نشدن لایحه وظایف و بخش کاری شوراهای ولسوالی و همچنان عمدتاً بخش معاشات اونا و بخش مالیشان تأثیر گذاشته بالای این که امروز کمیسیون مستقل انتخابات با مشکلات جدی کمیت نامزدان در انتخابات شورای ولسوالی مواجه باشه؟ میتونه یک بخش از مشکل جزئیات تعریف شده ای که برای لایحه وظایف وکلایی که در شورای ولسوالی ها قرار هست حضور پیدا بکنن میتونه یک بخشی از این باشه، اما در موارد بسیار جدی ما عدم مشارکت زنان را مسائل فرهنگی و اجتماعی که در قریه و قصبه افغانستان حاکم هست ما میدانیم. حالا تنها از زنان نه، مشخصا مثلا از ولسوالیایی که حتی مردان خواستن که اشتراک کنن، کسایی که حتی خود را نامزد ساختن با گفتگویی که بر رسانه‌ها دارن میگن که ما واقعا نمیفهمیم که وظیفه مشخص ما چی است، آیا بر ما معاش میتن نمیتن، هیچ مشخص نشده این مثلا. ببینید، وظایف عمده هم رقمی که جناب خاموش صاحب گفتن، وظایف عمده در قانون تعریف شده. تفکیک وظایف داخلی که اونها با حکومت محلی خودشان میتونن داشته باشن بستگی به حکومت محلی داره و نوع مشارکت که اونها با حکومت محلی داشته باشن. آنچه که شورای ولایتی انجام میده، شورای ولسوالی ها در مقطع کوچکتر و در مرحله کوچکتر قرار هست که با همکاری حکومت محلی برای رفع مشکلات مردم محل انجام بدن. این میتونه یک بخش هم خانم بارکزای در صحبت های خوشان اشاره کردن، عدم آگاهی مردم از آنچه که شورای های ولسوالی ها میتونن انجام بدن و نقشی که اونها میتونن در حکومت داری محلی داشته باشن، این هم میتونه باعث مشکل باشه. یک بخش دیگه از مشکل هم میتونه موضوعات امنیتی باشه یا چالش های فرهنگی بوده باشه. ما مشخصا در مورد خانم ها میخوایم صحبت بکنیم، چون تاکید ما بیشتر بر این هست که ما بتونیم حضور خانم ها رو تسهیل ببخشیم، ما بتونیم مشارکت خانم ها رو بالا ببریم و چگونه زمینه سازی بکنیم که از شورای ولسوالی ها بتونن به شورای ولایتی، به پارلمان و به مراحل بعدی حکومت داری و مشارکت در قدرت دست پیدا بکنن. مشخصا در مورد حضور خانم ها که ما در 120 ولسوالی ما کاندید خانم نداریم، مسائل فرهنگی هم مسائل خیلی حاکم هست. در کنار از اینکه بحث اقتصادی که خانم ها وابسته هستن از نظر اقتصادی و کاری که اونها میخوان در محل خودشان انجام بدن، اگر درآمد و اینکامی را هم برای اونها داشته باشه میتونه برشون یک چالش جدی باشه. یه خانم که از صبح تا غروب میره بیرون از خانه وظیفه انجام میده و غروب وقتی که خانه میآید
در آخر ماه هیچ درآمد اقتصادی نداشته باشه که او بتونه به خودش، به خانواده خودش و به فرزندان خودش کمک بکنه. این هم میتونه یک چالش جدی بوده باشه برای خانم هایی که اعلام علاقمندی نکردن یا اینکه مشارکت نکردن در پروسه شوراهای ولسوالی ها. بله خانم بروزای، فکر میکنید که مشکل اساسی در کجاست؟ چرا قبلا حکومت افغانستان که حالا وزارت امور زنا مربوطش میشه، کمیسیون مستقل انتخابات نکته گذاری نکرد روی مواردی که واقعا چالش زاست برای انتخابات شورای ولسوالی، خصوصا در بخش خانم ها؟ باید قبلا کار صورت می گرفت، باید آگاهی دهی صورت می گرفت، باید بر خانم ها فهمانده می شد که اونا بیاین و اشتراک کنن به سطح بلند در انتخابات شورای ولسوالی. ببینیم در این بس بی برنامگی نهادهای زیردخل و نهادهای برگزار کننده انتخابات است، چرا که زمانی که پلان میشه که قرار باشه انتخابات شورای ولسوالی با انتخابات ولسی جرگه افغانستان همزمان برگزار میشه، یک تعداد مشکلات صد راهی از این میشه. بناهن برنامه واحد و هماهنگی میان نهادهای زیردخل و نهادهای برگزار کننده یکی از نکات خیلی کلیدی در این مرحله بود که متاسفانه امی هماهنگی میان نهادهای زیردخل صورت نگرفت. به عنوان مثال وزارت امور زنان من حیث سکتوری که بر خانم‌ها کار می‌کنند در این راستا مکلف بودند تا در پهلوی کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان برگزار کننده، به عنوان نهاد برگزار کننده انتخابات، برنامه‌های منسجم و هماهنگ آگاهی دهی را باید آماده می‌کردند، تریزی می‌کردند. بله، دوباره برمیگردیم خانم بارکزایی و ادامه برنامه هم تا لحظات دیگر. ادامه برنامه انتخابات 97 خانم بارکزایی، ادامه حرفای شما بود که چرا قبلا برنامه ریزی نشد و همین چالش هایی که امروزه فرارای کمیسیون مستقل انتخابات است مشخص نشد که باید روش کار صورت می گرفت. پیشترم من عرض کردم که بی برنامگی نهادهای زیردخل و نهادهای برگزار کننده سبب شد که مردم نتانند در این راستا آگاهی لازم و کافی خود داشته باشند، که بیشتر خانم رضایی در این مورد صحبت‌های خود داشتن، بعضی چالش‌ها را گفتن که مانع مشارکت مردم شد در این پروسه، که از او جمله یکی از مواردی که بسیار اساس بود که مردم نخواستن در پروسه اشتراک کنن و یا نتونستن اشتراک کنن، او هم سند صنف 12 بود، که سند صنف 12 یعنی به یک فردی که در سطح یک ولسوالی کار زندگی میکنه خیلی مشکل است، در حالی که ما بعضی سمت‌های انتخابی را داریم، ممیال ولسی جرگه افغانستان کدام قید تحصیلی برشان گذاشته نشده. پس ببینید در مقطعی که قانون ساخته میشد در اون مقطع هم به صورت درستش بازنگری نشد، یعنی یک ما یک مطالعه واحد را از منطقه نداشتیم متاسفانه، که همین امر سبب شد که امروز ما تعداد کمی از مردم در این پروسه داریم من حیث کندید. بله آقای خاموش، آیا شما میپذیرین که واقعا بیشترین مسئولیت برمیگرده به ارگانهای محل در قسمت نبود نامزدان زن و مرد در شمار از ولسوالی های افغانستان؟ نه خیر، مجموعی از عوامل است که او میتونه به حیث بازدارنده اشتراک مردم یا نامزدا بر کرسی های شورای ولسوالی بوده باشه، که از او جمله برمیگرده به امنیت، برمیگرده به شرایطی که در قانون انتخابات پیش بینی شده، مثلا مسئله تعلیم است، مسئله یک تعداد کارت های است به حیث کارت های حمایتی که باعث نامزد اینا صورت بگیرن. ما در گذشته تجربه شورای ولایتی را داریم که یک سال بعد از ایجاد شورای ولایتی قانون شورای ولایتی ایجاد شد، ماشی که امروز شورای ولایتی داره در اوایل نداشت، حتی برشان در نظر گرفته نشده بود. دیگه تجربه ما از این که مردم یا کسایی که اراده خدمت به مردم داشته باشند به ولسوالی های خود، امانندی که در چوکات برنامه ها خدمت کردن، داوطلبانه خدمت کردن، باید مردم میامد پیش میشدن خود کاندید میکردن، بعد از اون مسائل امتیازات و مسائل وظایف از اینا مطابق به عمدهش در قانون اساسی بیان شده و بقیه از او هم در قانونی که در راه است انشالله دو بیان میشه. ولی آقای خاموش، در گذشته بارها همین سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات یا کمیشنران که ما در برنامه داشتیم، زمان که پرسیده شده ازشان در مورد شوراهای ولسوالی، اونا مسئولیت را
واگذار کردن به ارگانهای محل و گفتن که ارگانهای محل در این قسمت هیچ کار نکرده و مشخص نکرده بخش کاری اینا را و خصوصا مسئله معاشات و امتیازات اینا را که مربوط ارگانهای محل میشه. از امروز روزی که تصمیم به برگزاری انتخابات شد ما وارد صحنه شدیم و روی مسوده قانون شورای محلی کار کردیم. ما قبلا هم خدمت شما یادآور کردم ما مدت کافی است که باید حداقل مشخص میشد شما تا حالا هم مشخص نشده. شما یک قانونی را که تهیه میکنین قانون برای یک نامه نیست که بنویسیم، قانون باید هماهنگ باشه با تمام ادارات. مثلا رابطه شورای ولسوالی باید با قریه تعریف شود، رابطه شورای ولسوالی باید با ولسوال تعریف شود، رابطه شورای ولسوالی باید با ولایت تعریف شود و رابطه شورای ولسوالی با دو نهاد ملی که ما مجلسین شورای ملی را داریم باید تعریف شود و رابطه شورای ولسوالی باید با ادارات مرکزی باید تعریف شود و همچنان بقیه شوراهایی که تحت از این قانون میه. لحاظ یک کار ساده و بسیط نیست. ما خواستیم که از تجربه ادارات محلی از طریق پروسه های مشورتی که ما را اندازی کردیم و سبا ما به حوزه قندهار روان هستم روی امی کار ای را ما تدوین میکنیم. انشاءالله هرچه عاجلتر این قانون روی کار میه و پیش از اعلان نتایج ما توقع دارم نتایج انتخابات که قانون شورای محلی مریل اجرا شود. ولی قانونسازی آسان نیست، مشکلات خود داره، باید فکر عمیق روی از این صورت بگیره. یعنی شما میگین که در مدت همین 3 ماه هم قرار نیست که این قانون تکمیل شود؟ قانون پروسه های تقنیه خود داره، باید برای با وزارت عدلیه تدقیق شوه، بعد از او به کمیته قوانین برای و کنجا رویش بحث صورت بگیره، بعد از او به کابینه برای. شما این سلسله مراتبه که به خاطر تقنین یا قانونگذاری پیش بینی شده در قانون اساسی افغانستان ای به مو وقتی که من شما داشتم وقت گیره است. خانم بارگزایی، حالا فکر نمیکنین که زمان کرگان های محل هم میگه که ما حتی تا زمان اعلام نتایج انتخابات هم قرار نیست که در رابطه با امتیازات و همچنان لایحه وظایف شوراهای ولسوالی صحبت کنیم، مردم چگونه اعتماد کنن و چگونه برن خود را از طریق انتخابات شورای ولسوالی پیش برن؟ دقیقاً ببینید، ما یک تجربه خوب از شورای ولایتی داشتیم. خود آقای خاموش فرمودن که زمانی که شورای ولایتی بحث شورای ولایتی بود، در اون زمان کدام قانون واحدی که از شورای ولایتی نمایندگی کنه وجود نداشت. همه قسم بحث امتیازات و وظایف و مسئولیت ها نبود. ببینین ما یک تجربه خوب از شورای ولایتی داشتیم. بله. ما در شورای ولسوالی نهاد ذی‌دخل که ارگانهای محل هستن، اینا میتوسن 8 ماه پیش نی بیشتر هزی اقدام میکردن. بله. چرا که مراحل قانون گذاری مشکلات خود داره و یک تای مراحل طولانی را داره. ببینین اگر اینا وقت‌تر اقدام میکردن با کمال اطمینان که پیش از اینکه ما به نتایج متوقع برسیم که امروز مثلا ما فیصدی کم از مردم به حساب شورای ولسوالی داریم، یعنی اگر این قانون وقت پاس میشد به مردم وظایف و مکلفیت هایشان آگاهی داده میشد در بحث شورای ولسوالی، اما قسم بحث امتیازاتشان اگر به مردم واضح و آشکار می بود، ما امروز شاهد کمرنگ بودن مردم در شورای ولسوالی نبودیم. بله. خانوزایی، فکر میکنین که تا چی حد معیارهای برای کاندید شدن در انتخابات شورای ولسوالی تانسته که یک بخش مانی را ایجاد کنه برای خانمها و مردها در قسمت رفتن به نامزدی در انتخابات شورای ولسوالی؟ خب ماده 44 قانون انتخابات از وضع یک سری معیارها برای کسانی که میخوان کاندید شورای ولسوالی ها شوند صحبت میکنن. مسلما آنچه که معیار ارزیابی بوده برای کسانی که اشتراک میکنن و میتونن خودشان را ثبت نام کنن به عنوان کاندیدان انتخابات شورای ولسوالی ها همچنین معیارهایی بوده. قیدی که در قانون انتخابات برای کاندیدان شورای ولسوالی ها وجود داره، شاید بخش عمده از او خیلی چالش برانگیز نبوده باشه که مانع مشارکت بوده باشه. یک بخشی که ما از کسی که میخواد کاندید شود میخواهیم که 100 تا 300 رای دهنده را و حمایت کننده را مشخصاتشان را برای ما بیارن و ثبت بکنن و مقدار مبلغ تحویلی هم که ما اونجا قید کردیم و سند تحصیلی که سند 12 هست قید کردیم، فرم ثبت دارایی که ما قید کردیم، ارائه سند تقاعد در صورت که تقاعد شده باشه یا خواسته منفک شده باشه و فرم اصول رفتار. در بسیار از موارد که خارج از صلاحیت کمیسیون بوده باشه، کمیسیون نمیتونه انعطاف پذیری خاصی رو داشته باشه، ولی در بعضی موارد به خاطر از دیگه ما بتونیم آمار رو بالا ببریم، میزان مشارکت خانم ها و آقایان را بالا ببریم و علاقمندی مردم رو بیشتر بکنیم و اونها رو تشویق بکنیم، کمیسیون اومده یک سری انعطاف پذیری ها رو انجام میده. مثلا در کدام موارد شما انعطاف پذیری؟ مثلا ما در قسمت فرم اصول رفتار، فرم اصول رفتار اگر یک کاندید جزو اسناد خودش نگذاشته باشه، بعدا هم اگر بر ما بیا
بیاره ما یه انعطاف پذیری رو داریم که بعداً هم ایراد بپذیریم. مثلا اگر مثلا در بسیار از ولسوالی هایی که ما کاندید خانم نداشتیم، با وجود از اینکه مقطع زمانی و قید زمانی که ما برای ثبت نام کاندیدان داشتیم خلاص شده، اما با همکاری اداره ارگان های محل و وزارت محترم زنان ما اومدیم یک انعطاف پذیری ایجاد کردیم که اگر ما کاندید واجد و شرایط داشته باشیم که بعد از دادخواهی یا بعد از آگاهی دهی یا علاقمند شون بخواین ثبت نام بکنن، ما حاضر هستیم که در یک شرایط خاصی بگذاریم زمان را بر اونها تمدید بکنیم. که آخرین اطلاعاتی هم که من خدمت شما ارائه میکنم، در آخرین جلسه ای که ما امروز همراه نهادهای زیر آب داشتیم، نماینده محترم وزارت امور زنان با هم اعلام کردن که تا آخر این هفته میتونن با همکاری ریاست های ولایتی و شوراهای زنانی که در ولسوالی های مختلف دارن، در 120 ولسوالی که ما اعلام کردیم که کاندید خانم نداریم، یک سری خانم ها رو بر ما معرفی کنن که کمیسیون هم استثنایی به اونها فرصت بده که اونها ثبت نام بکنن و جزء کسانی باشن که در انتخابات شوراهای ولسوالی ها ان شاء الله سهم میگیرن. بله. و آقای خاموش گفتن که قرار نیست که حداقل تا روز برگزاری انتخابات و تا 3 ماه دیگه این قانون تکمیل شوه و همچنان روی مسوده‌ای که اینا کار کردن مکمل شوه. تا چی حد این میتونه خلا را در کار کمیسیون مستقل انتخابات به میان بیاره؟ حالا مردم از شما میپرسن، کسایی که میان خود را به کاندید میکنن به انتخابات شورای ولسوالی، از شما میپرسن که امتیاز ما چیست، پاسخ شما به اونا چیست؟ من نمیخوام توجیه بکنم، ولی میخوام یک واقعیت را بیان بکنم. ببینید، در قانون انتخابات بحث انتخابات شورای ولسوالی ها قید شده بود. یعنی در دوره های ما که تجربه انتخابات های قبلی رو داشتیم، باید انتخابات شورای ولسوالی ها هم برگزار میشد. وقتی که برگزار نشد، یعنی اینکه همین آمادگی های لازم یا در کمیسیون انتخابات یا در نهادهای دیگه یا در همه نهادهایی که باید متحد می‌شدن و یک تیم کاری ایجاد می‌کردن که انتخابات شورای ولسوالی‌ها با انتخابات دیگه‌ای که برگزار شد در دوره‌های گذشته برگزار می‌شد، یعنی عدم آمادگی. اما با واقعیت‌های افغانی که ما در کشور خودمان داریم و با شرایطی که در کشور خود ما و شما حاکم هست، ما می‌خوایم بگم که ما بپذیریم که چالش‌ها در مقاطع مختلف وجود داره، ولی همین که ما متحد هستیم و ما مکلف هستیم و ما می‌خوایم در این دوره زمانی انتخابات شوراهای ولسوالی ها را در افغانستان برگزار بکنیم، خودش قدم نیک است. مراحل قانونگذاری متاسفانه هم زمانبر هست، هم کن هست و هم پیچیده هست. ما به خاطر از اینکه بیایم این خلای قانونی را پر بکنیم و این کندی و این پیچیدگی و این آرامی و این نیازی که به دقت از اداره در جوانب مختلف ارتباطات از اینکه آقای خاموش فرمودن، ما وقتی بخوایم یک قانون بهتری را داشته باشیم، خوب است که مقطع زمانی را که نیاز هست را رعایت بکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات شورای ولسوالی ها را برگزار میکنه و با همکاری نهادهای دیگه‌ای که موجود هستن، ما باید قانون نظیره هم به بهترین وجه پاس بکنیم، به خاطر از اینکه این تجربه میتونه اساس یک تجربه درست‌تر در انتخابات بعدی برای ما ایجاد بکنه. بله. ایجاد شوراهای ولسوالی ها به ما کمک میکنه نقش حکومتداری محلی رو تقویت بکنیم، نظارت از حکومتداری محلی رو تقویت بکنیم و دموکراسی را هم تقویت بکنیم و نقش نهادها را هم در پایه‌ترین لایه حکومتداری خودمان هم تقویت بکنیم. آقای خاموش، خانم رضایی گفتن که در گذشته آمادگی ها نبود، شاید نامهنگایی صورت گرفته بود که انتخابات شورای ولسوالی برگزار نشد، اما حالا فکر میکنین که واقعا ما آماده برگزاری انتخابات شورای ولسوالی هستیم؟ جدن حکومت مصمم است که سخنگوی کمیسیون محترم انتخابات اینجا حضور دارن، حکومت مصمم است که انتخابات برگزار شود با تمام چالش هایی که وجود داره. باز هم ما برمیگردم به این که عدم، شما یک مقایسه بکنین در انتخابات گذشته نسبت به این انتخابات کمرنگتر است، در مجموع کمرنگتر است، حتی به سطح ولسی جرگه کمرنگتر است. یعنی عوامل مؤلف های دیگری هست که پروسه یا نامزدی کاندیدار در شوراهای ولسوالی کمرنگتر ساخته. من مطمئن هستم اگر کمی زمان و ثبت نام تمدید شود و از طرف دیگه از طریق مطبوعات و امی وظایفی که در قانون اساسی که قانون فعلا موجود است به همین اتکا شود، شما نمایندگی را میبینید، دهی شما لوی جرگه عالی ترین مظهر اداره مردم افغانستان هست که اینا عضو از او هستند و همچنان اشتراک در افعال در اداره محل و تنظیم و امور قریه و ولسوالی، این خودش یک وظایف کلان است که باید به چیز بکنن، اتکا بکنن. پس از میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم.
ادامه برنامه انتخابات 97. خانم رضایی، از آخرین آمارها در مورد نامزدان شورای ولسوالی، چی تعداد زنها هستند، چی تعداد مردها هستند، اگر گزارش آخرتان تشکر باشد. ما در مجموع کاندیدان مرد و زن 6152 کاندید داریم. ما تعداد کاندیدان خانم ما 422 خانم هستند، تعداد کاندیدان ما مرد ما 5729 کاندید هست. ما لیست مقدماتی 13 ولایت را اعلام 20 ولایت را اعلام کردیم و 13 ولایت متباقی منهای غزنی اعلام خواهد شد و تعداد کاندیدان حذفی که ما داشتیم 71 کاندید مرد حذف شدند از مجموع، که بسیار معذرت می‌خوام، 71 تن در مجموع حذف شدن که 61 تن مرد هستند و 9 تن اونها خانم ها هستند. و اگر عوامل حذف شدن اونها را ما خدمت شما عرض بکنیم، بسیاری ها در فرمشان نوشته کردند که ما استعفا دادیم، ولی استعفا خط منظور شده اونها جز اسنادشان نبوده باشه، فقط شفاهن نوشته کردند در فرم که ما استعفا دادیم که برای ما قابل قبول نبوده، بعد استعفا خط منظور شده اونها می بوده، یا اینکه تذکره خودشان را نگذاشته بودند، یا اینکه استیکر نداشته تذکرهشان، به خاطر از اینکه اگر تذکرهشان استیکر نداشته باشن، خودشان به عنوان رای دهنده ثبت نام نکرده باشن، حوزه انتخاباتی اونها برای ما تعریف نشده، ما چطور بدانیم که اونها از کدام حوزه هستن و از کدام حوزه میخوان که خودشان را کاندید بکنن؟ سند تحصیلی هم یک چالش بوده برای ما، به خاطر از اینکه در مخصوصا در قسمت خانم ها در بسیار موارد در بعضی ولسوالی ها واقعا دشوار بوده که ما خانم های را پیدا بکنیم که سند تحصیلی 12 داشته باشن و علاقمند باشن که بخوان خودشان را در انتخابات شورای ولسوالی ها کاندید بکنن. رسید پول اونها به نام خودشان نبوده، ممکن هست کسی دیگه رسید پول اونها را تحویل بانک کرده باشه، که هم خودش برای ما یک چالش است. فرم ثبت دارایی و یا اینکه لیست حامیانی که اونها بعد ارائه میکردن برای کاندیدان شورای ولسوالی ها، لازم هست که بین 100 تا 300 حمایت کننده مشخصاتشان بوده باشه. و در 20 ولایت هم ما هیچ حذفی را نداشتیم و همون رقم که چند بار دیگه هم گفتیم، ما در 120 ولسوالی متاسفانه هیچ کاندید خانم را نداشتیم و در 42 ولسوالی هم نه کاندید مرد داشتیم نه کاندید زن به صورت کافی که بتونن رقابت را انجام بدن. بله، حالا برنامه‌های مشخص شما برای حل چالش هایی که در 42 ولسوالی نه کاندید زن داریم نه مرد و در 120 ولسوالی هم کاندید زن نداریم چیست؟ چی برنامه‌ای روی دست دارین؟ خب ببینید، بحث کمیسیون انتخابات بحث پیشبرد کار تکنیکی کار هست. ما یک حالت استثنایی را قرار دادیم به خاطر از اینکه نقش زنان برای تمثیل دموکراسی و حضور زنان در قدرت برای ما خیلی مهم است، اومدیم یک حالت استثنایی را، یک انعطاف پذیر در قسمت مشارکت خانم ها ایجاد کردیم. اما در 42 ولسوالی که ما کاندید مرد و زن کافی به اندازه کافی نداریم، ما مجبور هستیم که روند انتخابات را پیش ببریم. برای این ما دیگه نمیتونیم مقطع زمانی دیگه را تمدید بکنیم و بگیم یک سری کسای دیگه اگر علاقمند هستن بیان ثبت نام بکنه. خانم برگزای، اینا بعض کسایی را که از انتخابات شورای ولسوالی حذف شدن گفتن که در یک موردش نبود استعفا خط باعث از این شد که کس از انتخابات شورای ولسوالی حذف شود، ولی 3 ماه مانده تا برگزاری انتخابات، یک شخص بدون مشخص بودن امتیازاتش چگونه میایه و از 3 ماه وظیفه هم میگذره و بعد از او هم اگر در انتخابات برنده شد یا نشد از وظیفه ای که حالا هم داره دست بکشه؟ دقیقاً ببینین، یک سلسله شرایط بود که اینا گفتن که با وجود از اینکه شرایط وجود نداشت ما خواستیم که کاندیدا رو حذف کنیم. در قسمت حوزه زنا اگر ما صحبت کنیم، ببینین ما 9 زن امیال فعلا از لست ابتدایی حذف میکنیم، یعنی ما 129 خانم دیگر را نمیتونیم در شورای ولسوالی با خود داشته باشیم. در قسمت استعفا خط شون واقعا زمانی که امتیازات یک بخش مشخص نباشه، استعفا دادن یک فرد از لحاظ منطقی جا نداره، به دلیل از اینکه ما در یک جامعه زندگی میکنیم که از لحاظ اقتصادی خیلی ضعیف هستیم. زمانی که ما یک مدرک عایداتی می داشته باشیم و او را به دلیل ای که یک سمتی که هیچ نوع امتیاز ندارد ما او را از دست میدیم، کار مشکل است. در بحث سند تحصیلی اینا گفتن، ببینین قبلا که میسیون یک راهکار دیگه را پیشنهاد کرده بودن که به سر محکمه افغانستان مکتوب فرستاده بودن که اگر یک سلسله در قسمت سند تحصیلی و یک سلسله شرایط دیگه که صدر راه مشارکت مردم میشه فیصله خود داشته باشن، کو هم به بنبست رفت. متاسفانه ما کدام نتیجه مطلوب از او به دست نآوردیم، ولی در این بحث سند تحصیلی میشه در این مقطع کمیسیون مسئله تثبیت سویه را پیشنهاد کنه که اگر بتونن به وسیله تثبیت سویه دوستایی را که به اساس سند تحصیلی از برنامه حذف میشن و یا یکی از مشکلاتشان میباشه سند تثبیت سویه کنن در سطح ولسوالی ها، و این یکی از مشکلاتی که فعلا وجود داره. تا اندازه قانون نمیشه، قانون گفته که باید حتما از
اسناد صنف 12 داشته باشه. خب ما گزینه بدیلی را دیگه نداریم. ببینین اگر در بحث خانم ما وقتی که ما از فراتر از قانون میریم و میگیم که ما بحث تمدید میکنیم به خاطر تمثیل دموکراسی، پس در اینجا ببینین اگر ما بریم به این که قانون تعدیل کنیم، این هم باز یک مرحله طولانی است و ما در این مقطع نمیتونیم که قانون هم تعدیل کنیم. خب یگانه راهی که وجود داره فعلا تثبیت سویه است که باید از حداقل میدنو خانمی که فعلا به اساس سند تحصیلی اینا حذف میشن از برنامه، خب از تثبیت سویه شون و به بقیه هم امی توسعه شون و تثبیت سویه شون که به پروسه بیارن. امکان داره یک مسئله صورت بگیره. خانم بارکسه با معذرت، شما امی نه خانم را که فقط رد دادین به یک سند تحصیلی نداشته باشن، این درست نیست. ما گفتیم یکی از دلایلی که در مجموع همه کاندیدان، نه فقط خانم ها، یکی از دلایلی که در مجموع همه کاندیدان ممکن هست باعث حذفشان شده باشه، باعث ازش شده باشه که در لیست مقدماتی نبوده باشه، چه مرد چه زن نداشتن سند تحصیلی بوده باشه. در قسمت دیگه ای که شما یک موضوع دیگر هم اشاره کردین که تثبیت سویه شده، تثبیت سویه کار کمیسیون مستقل انتخابات نیست و در این مقطع زمانی که ما جدول زمانی ما تعریف کردیم با زمانبری که این پروسه ممکن هست داشته باشه و ما مجبور هستیم که کمیته دیگه تشکیل بدیم، نهادهای دیگه ایجاد بکنیم که کمیته‌های کاری بیاین و بخواین کار انجام بدن، این در شرایط زمانی امکان پذیر نیست. ما اگر برای چند ولسوالی، برای 120 ولسوالی که کاندید خانم نداریم، باز هم ما از جدول زمانی که برای خودمان تعریف کردیم ما از جدول زمانی عقب نمیمانیم. نهایتا زمانی که ما تعریف کردیم برای همکاری که ما از وزارت امور زنان خواستیم که برای ما کاندیدانشان در شورای ولسوالی ها اگر دارن معرفی بکنن، تا آخر هفته، امروز یک شنبه بود، تا آخر روز کاری هفته است که اگر تا این هفته هم برای ما ولس نیاد، ما بعد از این ما نمیتونیم این رو بپذیریم. اگر وزارت امور زنان برای ما یک هفته بعد، 10 روز بعد، 2 هفته بعد قرار باشه لیست را به ما بدن، ما نمیتونیم بپذیریم. آخرین زمانی که برای وزارت امور زنان داده شد آخر همین هفته است. بسیار خوب، من میخوام از خانم رضایی در اینجا پرسان کنم که شما میگین تثبیت سویه، شما به عنوان نهاد برگزار کننده آیا تطبیق کننده قانون انتخابات هستین یا خیر؟ زمانی که شما شرایط اعلان میکنین که به اساس این شرایط ما کاندیدا را میپذیریم، پس در حقیقت شما تطبیق کننده قانون هستین، یک مسئله. و مسئله دیگه که شما میگین وزارت امور زنان تثبیت سویه کار کمیسیون نیست، ببینین یکی از شرایط سند تحصیلی، ما سند تحصیلی میخوایم، ما سویه کس رو تثبیت نمیکنیم. و مسئله دیگه که شما گفتین که بس وزارت امور زنان است که بر ما لیست معرفی میکنن، آیا در اینجا ما از بس انتخابی نمیبریم به بس انتصابی؟ نه، شما ببخشید خانم بارکزای، شما معذرت میخوایم یکم کوشش کنید درک بکنید، ما از وزارت امور زنان کاندیدا رو میخوایم، اونا با اون با ریاست های ولایتیشون و با شوراهای ولسوالی هایی که اونا در تماس هستن، شوراهای زنانی که در بخش های مختلف هستن. مثلا ما در یک ولسوالی کاندید نداریم، اونا 5 نفر رو معرفی میکنن، میگه این 5 نفر میتونن در این ولسوالی کاندید شون، ما انتصاب نمی کنیم. حالا چرا اونا کاندید معرفی میکنن؟ خانم رضایی چرا هم 5 نفر مثال زدم، مثال زدم وزارت بیه با اونا حرف بزنن، اعتماد نکردن بالای کمیسیون مستقل انتخابات؟ بحث اعتماد نیست، بحث اعتماد نیست خانم امیر، بحث این هست که فضای اجتماعی و فضای فرهنگی که در افغانستان حاکم هست نسبت به اینکه زنان در اجتماع کار بکنن، در اجتماع حضور پیدا بکنن، خیلی دوستانه نیست و خیلی موارد خود زنها نگران هستن حضور اجتماعی. اما وزارت امور زنان میاد دادخواهی میکنه با همکاری ریاست های ولایتیشان و شوراهای زنانی که در بخش های مختلف میایین اطمینان خاطر را میدن. مشخصا میشه که بیایم صحبت کنیم که این قانون شوراهای ولایتی ولسوالی با مزرعه آیا واقعا تا روز برگزاری انتخابات تصویب خواهد شد، رویش کار چگونه جریان داره و حداقل در قسمت امتیازات شوراهای ولسوالی اگر بیشتر صحبت کنیم، تا اینکه کسانی که خود را نامزد ساختن بشنون واقعا و اعتبار کنن که یک امتیاز وجود داره و بیاین و به انتخابات شورای ولسوالی خود را نامزد بسازن. ما یک گپم بخوایم واضح بگویم، در قانون انتخابات 25% خانما پیش بینی شده برای شوراهای ولایتی. شورای ولایتی 65,000 افغانی که به اندازه معاشش 10 کارمند خدمات ملکی هسته پیش بینی شده، ولی ما از امو فیصدی که در قانون پیش بینی شده ما یک خانم ندیدیم که بالاتر بیه. این به این نیست که مسئله امتیازات باشه یا مسئله وظایف باشه، مشکلات و سنتایی که در افغانستان وجود داره خانم‌ها جرأت نمیکنن که بیان، خصوصا در سطح ولسوالی که شما بهتر میدانین بله. مشکلات امنیتی در کجا هست. خاموش، این توجیه بری شده نمیتونه که حالا ما بر علاوه امتیازات دیگه مشکلات داریم، باید پشت قانون انتخابات شورای ولسوالی نگردیم و امتیازات اونا را مشخص نسازیم. وظایفشان ما قبلا هم خدمتتان یادآور شدم، وظایف عمده که سرنوشت ساز است در قانون اساسی پیش بینی شده و خوشبختانه بر از اینا سند 12 پیش بینی شده که حداقل از سواد باید برخوردار باشند. قانون اساسی افغانستان مادر قوانین است، به این مراجعه بکنن، وظایف خود از لابلای از او پیدا بکنن
و مسئله امتیازات، مسئله امتیازات افغانستان این ظرفیت وجود داره که مردم در اکثر جا برن به قانون مراجعه کنن و وظایف خود را تثبیت بسازن. کسانی که میخواین به قانون عمل بکنند باید از این چیز داشته باشن، این شایستگی را داشته باشن، حداقل صنف 12 باید فارغ باشن. این را قانون تثبیت کرده، پارلمان افغانستان این را تایید کرده، لحاظا ما به قانون باید عمل بکنیم. اگر طور دیگری بود باید بر از اینا این شرایط باید پیش بینی نمیکردن. مسئله امتیازات تصمیم گیری از این را کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان میگیره. ما به حیث اداره مسئول پیشنهادات خود به ریاست جمهوری داشتیم. هر وقتی که در این رابطه تصمیم گرفت کابینه، انشالله او به همگی واضح میشه. حداقل چی زمانه آقای خاموش، چی زمانه مشخص خواهد شد؟ ایره باید اینجا سخنگوی ریاست جمهوری اینجا می بود، باید میگفت که چی زمانه ایره میخواین روش تصمیم بگیرن. در رابطه با قانون ما وظایف امدش در خدمت شما ما یادآور شدم. شما حیث نهادی که مسئولیت دارین با اونا به تماس نیستین؟ به گونه هماهنگی میانتون وجود نداره؟ ما به تماس هستیم، تعقیب هم کردیم، تا هنوز ما جوابی که لازم است دریافت نکردیم متاسفانه. بله خانم رضایی، اگر کوتاه اشاره داشته باشین، اگر قرار نشد در ولسوالی هایی که ما کاندید خانم ها را نداریم و در ولسوالی هایی هم که کاندید مرد و زن نیست، با همین منوال ادامه پیدا کنه تا روز برگزاری انتخابات و تا روز مشخصی که شما دارین، آیا انتخابات شورای ولسوالی برگزار خواهد شد با همین کمیت؟ ما امیدوار هستیم که با همکاری وزارت امور زنان تا آخری هفته بتانیم در خیلی از ولسوالی‌ها کاندید داشته باشیم که بیاین و رقابت داشته باشن برای انتخابات. اما باور دارین که حداقل در 120 ولسوالی وزارت امور زنان میتونه به شما کمک کنه که معرفی کنه؟ تا آخرین جلسه ای که امروز من خودم هم در او حضور داشتم، یک تعهد از طرف وزارت امور زنان اعلام شد. جلسه کاری امروز بعد از ظهر به تعقیب از همون جلسه قبلی، جلسه بعدی امروز بعد از ظهر تنظیم شد و تعهد جدیشان وزارت امور زنان اعلام کردن و گفتن هم تا فعلا هم با همکاری ریاست‌های محلی و شوراهای زنان که در ولسوالی‌ها هستن یک لیست را آماده کردن، یک لیست درفته هست و ما باور داریم که تا آخری هفته ما میتونیم در بسیار از ولسوالی‌ها کاندید خانم داشته باشیم. در او جاهایی که ما نتونستیم کاندید رو پیدا کنیم، ما مجبور هستیم و خاطر از اینکه ما متعهد هستیم که انتخابات را برگزار بکنیم، ما انتخابات را در انتخابات شورای ولسوالی‌ها را برگزار خواهیم کرد. خانم کبرا رضایی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، خانم مریم آروین بارگزای عضو نهاد فیفا و آقای سید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی ارگانهای محلی، سپاسگزارم از دورتان به برنامه و ممنون از شما هم که بیننده برنامه انتخابات 97 بودید. وقت بخیر، خدا نگهدار.